الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. تأسیاد عرض میکنیم این حادثه‌ای که در شیراز به وجود اومد دیشب، ناجوامردانه این ترور کوری که انجام شد و یه دست عزیزان ما از مؤمنین یه نفرشون شهید شد، از خدام حرم حضرت احمد ابن موسی من میشناختم ایشون، میرفتم شیراز، از پاسدارای بازنشسته بود ایشون، متدین، آدم مظلوم، بزرگوار و یه تعدادی هم که به هر حال مجروح شدن و به خصوص حالی یکیشون که یه مقدار وخیم هستش که انشاءالله خدا را قسم بدیم به حق سید الشهدا علیه السلام تو این ماه شفای عاجل به ایشون هم کرامت بکن. هر حال هر موقع که ما کشورمون به یه موفقیتی میرسه، یه مثلا فرض کنید خبر خوشی پیش میاد، اینا سعی میکنن یه جوری یه خبر ناگواری ایجاد بکنن که این خوشی نمونه. به هر حال این آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران بالاخره یه موفقیتی بود، حالا در حد خودش یه تو دهنی با آمریکا بود این پولهای آزاد شده. منتها خب اینا این کار رو انجام دادن، به علاوه که حالا تو سالگرد فوت اون خانم امینی که دنبال این هستن یه قائله درست کنن، این نامرد اگر میتونست تو حرم خشاباشو خالی بکنه موقع نماز بود، خب بندگان خدا بی پناه یه تعداد زیاد، اگه میتونست خالی بکنه خشاباشو میتونست تعداد بسیار زیادی شهید بگیره، که الحمدلله حالا با رشادت و شهامتی که به خرج دادن بچه های امنیتی و بچه های سپاه و بسیجی اینها گرفتنش کمترین تلفات رو ما دادیم با توجه به این به هر حال وضعیتی که این داعشی خبیث داشت. خدا انشالله به حق سید و شهدا شرشون رو به خودشون برگردن. یکی از خصوصیاتی که مؤمن در جامعه ایمانی از معروف‌های اجتماعی هستش باید داشته باشه مسئله بصیرت هستش که ما خب خیلی شنیدیم این رو، ولی به جا هست یه مقدار پیرامونش بحث بشه. اولا روایتی از امام صادق علیه السلام هست که فرمود طوبی لمن جعل بصره فی قلبه ولم یجعل بصره فی عینه، خوش به حال اون کسی که بصیرتش تو قلبش باشه، بینایی و آگاهیش تو قلبش باشه، یه نور باطنی داشته باشه بتونه حق و باطل رو تشخیص بده، بتونه درست و از نادرست تشخیص بده، بتونه به خصوص تو فتنه ها، تو شبهه ها، تو تاریکی ها حق و باطل رو تشخیص بده و پاش وایسه. خوش به حال اون کسی که امام صادق میفرماید بصیرتش تو قلبش باشه، یه نوری خدا بهش داده باشه که بتونه تشخیص بده و پای حق و راه درست هم بیست. در جنگ صفین که یکی از جنگ‌های بسیار سخت بود، البته حالا من تو پرانتز عرض کنم به طور کلی زمان امیرالمومنین زمان سختی بود، زمان حضرت امیرعلی السلام زمان سختی بود، زمان پیغمبر خیلی پیچیدگی نداشت، سختی بود اما پیچیدگی نداشت، حق و باطل معلوم بود، این طرف پیغمبر بود با معجزات و کرامات که همه دیده بودن و مسلمین بودن، اون طرف خب مشرکین بودن که شعارشون، حرفاشون، هدفشون بود پرستی بود، شعارشون اولو هبل بود، زنده باد هبل، زنده باد از اسامی بت‌هاست. خب این طرف هم در مقابلش میگفتن الله اعلا و اجل، خدا هست که از همه بزرگتر هست. اون طرف شعار میدن ان لنا العزا ولا عزا لكم، ما بت عزا داریم شما ندارید، به مسلمان هم گفت. این طرف پیغمبر فرمود بگید الله مولانا ولا مولا لكم، ما مولا داریم خدا هست که شما او رو ندارید، ولی ما خداست. شعارها کاملا شفاف، حق و باطل معلوم، این طرف مسلمان خدا پرست، اون طرف مشرک و بت پرست. اما زمان امیرالمومنین زمان نفاق بود، زمان امیرالمومنین این طرف اهل نماز و روزه و قرآن، اون طرف هم اهل نماز و روزه و قرآن، این طرف سابقه دارهای در دین، اون طرف هم سابقه دارها. تو جنگ جمل
تو جنگ صفین، تو جنگ نهروان، دو طرف که مقابل هم دیگه وایساده بودن، هر دو طرف اهل نماز و روزه و سابقه دار، اصحاب پیغمبر و سابقه دار و اینجوری بودن. خیلی پیچیده شده بود، تشخیص برای هر کسی آسون نبود. البته اونی که حق طلب بود، تشخیص برایش آسون بود، هر جا امیرالمومنین بود حق هم همونجا بود. اما خب همه این بصیرت رو نداشتن، همه این خصوصیت رو نداشتن که بتونن تشخیص بدن. پیغمبر اکرم در یه جمله‌ای که شیعه و سنی نقل کردن، متواتر هست، فرمود انا اقاتل علی تنزیل و علیون یقاتل علی تأویل. من شمشیر میزنم و میجنگم با کسانی که اصل قرآن رو قبول ندارن، اصل نزول قرآن، اصل وحی رو قبول ندارن، من با اونا میجنگم. اما و علیون، علی یقاتل علی تأویل، با کسایی میجنگه که اونا میگن ما قرآن رو قبول داریم، مطمئن معنای این آیه این میشه، طبق مقصود خودشون معنا میکنن، این طرف هم یه جوری دیگه معنا میکنن. یعنی رو مقصود قرآن، نه رو ظاهر قرآن، نه رو نزول قرآن، رو تأویل و باطن قرآن مقابله داره امیرالمومنین، کسانی که در مقابلش هستن. ابن ابوالحدید تو جلد 5 شرح نهج البلاغه میگه یک کسی تو جنگ صفین اومد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا من از خونم که میومدم بیرون، از خانواده‌ام جدا شدم، وقتی می اومدم برای اینکه پای رکاب شما باشم، هیچ شک نداشتم، هیچ شک و شبهه نداشتم، تا دیشب. دیشب موقع اذان مغرب که تو لشکر شما من بودم، صفا داشت تشکیل می شد و اذان مغرب رو گفتن، دیدم اون طرف تو لشکر معاویه، اون طرف هم دارن اذان میگن، صفا داره تشکیل میشه. دیدم این طرف دارن شهادتین تو نماز میگن، تو اذان میگن، اون طرف هم دارن شهادتین میگن. من گفتم ما داریم با کی میجنگیم؟ این ور پیغمبر رو قبول داره، اونورم پیغمبر، این ور خدا رو قبول داره، اونورم خدا رو قبول داره، این ور قرآن رو قبول داره، اونورم قبول داره، ما با کی داریم میجنگیم؟ شک کردم. به امیرالمومنین گفت من شک کردم. حضرت امیر علیه السلام فرمود هل لقیت عمارن؟ عمار رو دیدی؟ برو پیش عمار. ابن ابوالحدید اینجا که میرسه میگه از مظلومیت های علی این هست که پیغمبر با اینکه بارها امیرالمومنین رو به عنوان شاخص حق معرفی کرد، بارها پیغمبر فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، هر جا که علی هست حق همونجاست، به عنوان شاخص معرفی کرد. پیغمبر فرموده بود علی هر چی که من میبینم علی هم میبینه، هر چی من میشنوم علی هم میشنوه، جان من هست. اصلا قرآن فرموده تو آیه مباهله و انفسان و انفسکم، با اینکه بارها قرآن هم خود پیغمبر امیرالمومنین رو به عنوان شاخص حق معرفی میکردن، اما بعضی ها شک میکردن تو امیرالمومنین، و حالا امیرالمومنین مجبور ارجاع بده برید پیش عمار، با اینکه پیغمبر یک بار فقط راجع به عمار، فقط یک بار فرمود ان عمارن مع الحق، عمار هم با حق. واسه همینم چشمشون ببین بود که عمار کجاست، تو کدوم لشکر. یه بار بارها راجع به امیرالمومنین پیغمبر اینو فرموده، اما حس امیر ول میکردن، مجبور امیرالمومنین میگه لاقل برید پیش عمار، لاقل وقتی به من شک دارید برید پیش عمار. و این از مظلومیت های امیرالمومنین و از بی‌بصیرتی های مردم زمانش. این طرف رفت پیش عمار، رفت گفت من شک کردم، ما حق میگیم یا طرف معاویه، این طرف درست میگه یا اونور درست میگه. عمار گفتش که اون پرچم رو میبینی؟ اشاره کرد به پرچم لشکر معاویه که علمدارشون امرآس بود، یه پرچم مشکی دستش بود. گفت اون پرچم رو میبینی؟ اون طرف گفت بله. گفت این پرچم رو میدونی چیه و دست کی قبلن بوده، چی بوده؟ گفت نه. عمار گفت ولی من 3 مرتبه قبل از این پرچم رو دیدم، 3 بار. یکی تو جنگ بدر که ما تو رکاب پیغمبر بودیم، این پرچم دست مشرکین بود. دوم تو جنگ احد که ما در رکاب پیغمبر بودیم، این پرچم دست مشرکین بود. سوم در جنگ احزاب، جنگ خندق که ما در رکاب پیغمبر بودیم، این پرچم دست مشرکین بود. الان چهارمین باره که این پرچم رو میبینم در مقابل امیرالمومنین هستش، پیغمبر دیگه نیست، این پرچم در مقابل امیرالمومنین، اما همون پرچم شرک، همون پرچم کفر و شرک هستش که الان بعضی از آدمای زیرش رنگ عوض کردن، ولی پرچم همون پرچمه. شک نکن برو بجنگ، شک نکن برو بجنگ. عنایت بفرمایید، بعضیا
نمیدونستن چیکار بکنن، تو فتنه، تو تاریکی، تو شبهه، اینجوری دچار تردید میشدن. این علامتی که این مطلبی که عمار، که رضوان و رحمت خدا بر عمار، این مطلبی که فرمودن خیلی مطلب دقیقی ها. یعنی اگر تو علی شک داری، دوست و انقدر لیاقت به بصیرت نداری که بشناسی، لاقل دشمن رو بشناس، ببین اون کیه، اون رو بشناس، سابقه اون رو بشناس. تو فتنه 88، همون فتنه سبز، خب کسانی که سابقه دار بودن، سابقه داشتن دیگه، ریاست جمهوری و نخست وزیری و زمان حضرت امام و تا ریاست مجلس و خب اینا سران فتنه بودن. خب یه عده بندگان خود مردم و مؤمن میرن، اینا سابقه دارهای انقلاب هستن، یه عده بودن. حالا بیا بهشون بگو، بگی بابا اگه شما تو این طرف شک داری به خاطر که بعضی از سابقه دارها اون طرفن، ببین پشت اونا کیا هستن، ببین اسرائیل و آمریکا و انگلیس و بهائیت و سلطنت طلبا و منافقین و عیاشا و لاتا همه اون طرفن. خب لااقل اونا رو ببین، بدون که این طرف درست میگه. تو همین فتنه سال گذشته 1401، همین فتنه سال گذشته، خب به هر حال بعضی مثلاً ما بهشون میگفتیم بابا اگر شما به فرض میگید مسئولین ما همشون خوردن و بردن، همه هفت که گاهی موقع بعضی ها تهمت به همه میزنن، تهمت به همه میزنن که روز قیامت باید وایسن اثبات بکنن اینو. بسیاری از مسئولین ما آدم های سالمی هن، بله در این حال ما هم قبول داریم توشون آدم های به هر حال خائن و پوک و پوچ و بیورزه و اینا هم هست، اما همشون روی ما تو فتنه سال قبل بگفتیم بابا اگر شما حالا مسئولین رو قبول ندارید و میگه همشون اینجوری هست، لااقل اون ور رو ببین، یه آدم درست حسابی اون طرف هست، یکی از اولیاء خدا، یکی از خوبان تو اون طرف هست، همونایی که شعار زن زندگی آزادی میدن، ببین یه نفر اونجا یه آدم درست حسابی اون ور هست. یعنی اگه دوست رو نمیتونی تشخیص بدی، لااقل دشمن رو ببین کیان. خدا رحمت کنه حاج همت رو. حاج همت یه جمله معروف داره، شاید شنیده باشی، چون برای هر موقع تو منطقه، حالا برای بچه هایی که زمان جنگ بودن، بگو هر موقع گم کردید که نمیدونید لشکر خودی کدوم طرفه، ببین توپخونه دشمن که دائم داره میزنه، دائم ببین کجا رو داره میکوبه، هر جا رو داره میکوبه اون جبهه خودیه، هر جا داره میکوبه اون. خب الان ببین آمریکا، اسرائیل، انگلیس، بهایی ها، سلطنت طلبا، منافقین دارن کجا رو و کیو دارن میکوبن؟ هر کیو میکوبن و دوسته، هر کیو میکوبن و دوسته، در رأسشون خدا آقاه، در رأسشون خدا آقاست. یعنی اگه آدم دوست رو نمیتونه تشخیص بده، دشمنو که دیگه آدم شک نمیکنه که این دشمنه، تو اینم آدم شک داره. یعنی تو دشمنی مثل اسرائیل و مثل منافقین و مثلا سلطنت طلبا شک داره. خب اگه من یه موقع جبهه‌م با اونا یکی شد، پس به خودم شک کنم که چرا من رفتم اون طرف. خب تو این فتنه‌های اخیر بعضیا بود دیگه، رفتن اون طرف، به خصوص تو فتنه سال 88. در هر حال در جنگ صفین که عرض کردم خیلی کار سخت شده بود، چون علاوه بر این که طول کشیده بود، 18 ماه طول کشید جنگ صفین، 18 ماه یعنی یک سال و نیم، تو اون جنگ هایی که تن به تن بود و تو اون جنگ ها یک سال و نیم خیلی طولانیه، گاهی موقع تو اون جنگ ها چند روزه تموم می شد. حالا یک سال و نیم طول کشیده، از دو طرف هم کشته زیاد داده، اینا یه طرف، جنگ روانی معاویه، اون جنگ روانی که راه انداخته بود، شایعاتی که علیه امیرالمومنین راه انداخته بود، سیاه نمایی که کرده بود، این قضایا بود. امیرالمومنین تو خطبه 173 نهج البلاغه ببینید یه جمله داره، من تقاضا میکنم برادرای بزرگوار، خواهر بزرگوار، این جمله امیرالمومنین شاید شنیده باشید اما دقت نمیدونم چقدر روش کردید. حضرت تو این جنگ صفین که این گرد و خاک و این تاریکی و شبهات و اینها به وجود اومد، این جمله رو فرمود قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله، بدونید که دیگه الان جنگ بین شما و اهل قبله است، دیگه جنگ بین شما و بت پرستانی، اون مقابلتون اونایی هستن که پیشونیشون جای مهر داره، اونایی هستن که سابقه در اسلام دارن، اونایی هستن که جزء اصحاب پیغمبرن، تو جنگ ها بودن، جزء رزمنده ها بودن، الان در مقابلتون اینان،
امیرالمومنین علیه السلام فرمود قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله، بین شما و بین اهل قبله جنگ برپا شده. ولا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و الصبر. این علم رو، علم امیرالمومنین رو، علم ولایت رو، علم حق رو کسی نمیتونه بلند کنه زیرش باشه الا اهل البصر و الصبر، مگر اون کسی که هم بصیرت داشته باشه، بتونه تشخیص بده و بتونه به هنگام عمل بکنه و هم استقامت داشته باشه. کسی میتونه این علم رو برداره، علم علی رو، علم امیرالمومنین رو، وزیر پرچم امیرالمومنین باشه که هم اهل بصیرت باشه، بتونه تشخیص بده تو تاریکی ها که خط ولایت کدومه، خط حق کدومه، درست کدومه، هم بتونه تشخیص بده به موقع، هم بتونه پاش وایسه، استقامت داشته باشه پاش، اهل البصر و صبر. ببینید این نکته رو یه دقت بفرمایید. حضرت امیر علیه السلام نفرمود کسی تو فتنه ها و تو این مثلا آشوب ها، کسی که اهل نمازه، نماز اول وقت، کسی که اهل نماز شبه، کسی که اهل روزه است، اینا رو نفرمود. اینا که معلومه باید باشه، اینا اولیاتی مؤمنه، اینا که شرایط اولیه مؤمنه که باید اهل نماز باشه، اهل روزه باشه، اهل خمس باشه، اهل حج باشه، اهل عشق باشه. امیرالمومنین اینا رو به عنوان شاخص معرفی نکرد تو فتنه، اینا رو نفهم، چون گاهی موقع اینا رو دشمن هم داره، دشمن هم نماز میخونه. خوارج مگه نماز نمیخوندن؟ نمازی که میخوندن بیشتر از و خیلی قرص و محکمتر، قرص و محکمتر از جهت که خیلی کمیتش خیلی بیشتر از نمازی بود که اونا که تو رکاب امیرالمومنین میخوندن، اونا میخوندن هر سه روزی مرتبه ختم قرآن میکردن، نماز شبای طولانی، سجده های طولانی انجام میدن. امیرالمومنین فرمود اون چیزی که میتونه ملاک حق و باطل باشه بصیرت و صبره. چنین کسی علم علی رو میتونه برداره. لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر. کسی که هم بصیرت داشته باشه، بتونه تشخیص بده، بفهمه و هم استقامت داشته باشه. اینا، این دو چیز رو حضرت فرمود اگه میخوای پای پرچم حق تا آخر بمونی، اگه میخوای نری بیرون، بصیرت و صبر. حالا من در اطور بصیرت فقط حالا این مقداری که وقت دارم خدمتتون عرض میکنم، عنایت بفرمایید. ببینید خب ما همین هست، معنای بصیرت این هستش که آدم بتونه به خصوص تو فتنه ها حق رو به موقع تشخیص بده و پاش وایسه، هم به موقع تشخیص بده، هم دیگه معطل نکنه، اقدام به موقع داشته باشه، تشخیص به موقع و اقدام به موقع. بله ممکنه حادثه بگذره. ببینید تشخیص به هنگام، گاهی موقع ها ثانیه ها و ساعت ها دخیله، بگذره دیگه گذشته. ممکنه یه چیزی ساعت ها، روز ها، سال ها، قرن ها بگذره، اون وقت آدم بفهمه حق چی بود، باطل چی بود. مثلا الان برای ماها بعد از هزار خورده سال اگه کسی بگه امام حسین چرا رفت کرد، بی خود رفت کربلا، بهش میخندیم، بگیم بابا مگه تو شک داری؟ امام حسین باید میرفت، اگه نمیرفت دین چجوری میموند؟ اصلا دینی که مونده با واسطه رفتن امام حسین بود. الان اگه کسی بیاد اشکال بکنه به رفتن امام حسین، بهش میخندیم، بگیم بابا خیلی روشنه، الان خیلی روشن است، اگر حضرت نمیرفت دینی باقی نمیموند. ما هرچی از دینداریمون داریم تو مجالس امام حسین داریم. ما ها شیعه بودنمون سر کلاس درس یاد نگرفتیم، تو کلاس دبیرستان دانشگاه یاد نگرفتیم، تو همین مجالس یاد گرفتیم. از بچگی شیعه بودنمون رو تو این مجالس یاد گرفتیم، هر چی داریم از این مجالس داریم. و تازه هنوز آثار شهادت امام حسین هنوز آشکار نشده، بذار ظهور برسه، بذار ظهور امام زمان برسه که از آثار شهادت امام حسینه. و شب عاشورا خود امام حسین فرمود به یارانش که یاران من فردا بلایی است که هممون به شهادت میرسیم، اما اینو بدونید مهدی ما خواهد آمد. یعنی فکر نکنید این خونا هدره، ما داریم بذری میپاشیم که مهدی ما برداشت خواهد کرد. به یک معنا ظهور محصول عاشوراست، اون وقت معلوم میشه که شهادت امام حسین چه خاصیت و آثاری داشت. و هنوز تازه ده، وقتی رجعت فرا برسه که خود امام حسین برگرده، که اولین کسی که برمیگرده در رابطه با روایات رجعت سندشون بعضا ضعیف هم توش هست که آیا همه ائمه برمیگردن یا نه،
یه مقدار محل اختلافه، اما اون چیزی که هیچ از جهت سند هیچ شک و شبهه نداره برگشت دو تا امامه، یکی امام حسین علیه السلام که امیرالمومنین، هیچ شبهه‌ای توش نیست. و اول کسی که رجعت میکنه بعد از زمان امام زمان که حکومت امام زمان رو ادامه میده، اول من یرجع، این روایت تو اصول کافی هست، اول من یرجع الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اولی کسی که رجعت میکنه امام حسین علیه السلامه، که اون موقع میاد انگار کار نیمه تمام خودش رو تمام کنه، کار نیمه تمام خودش رو که شروع کرد، حالا به تعبیر ماها استارت، این که حکومت اهل بیت رو استارت بزنه. درسته که اون موقع حکومت به پا نشد، اما حکومت امام زمان علیه السلام محصول همونه، این حکومت محصوله و خود امام حسین هم میاد ادامش میده. اون موقع معلوم میشه شهادت امام حسین چه خواصی داشت. و تازه هنوز بازم نه، هنگام ظهور و هنگام رجعت هنوز بازم آثار شهادت امام حسین معلوم نمیشه. قیامت هست که وقتی شفاعت امام حسین علیه السلام و دستگیری شروع شد که اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اون موقع اون وقت معلوم میشه که اون شهادت چه آثاری داشته. لذا در روایت هست که سه روز یوم الحسین، سه روز هست که یوم الحسین، یعنی امام حسین ظهور میکنه، همه میفهمن که کی بوده و چی بود، یوم الظهور. البته چون اون اسم مبارک امام زمان هست که مستحب به ایستادن، من او رو نمیگم، یوم الظهور و یوم الرجعه و یوم القیامه، ایام الله ثلاثتان، سه روز ایام اللهه، یوم الظهور، یوم الرجعه و یوم القیامه، و هر سه روز یوم الحسینه و هر سه روز امام حسین توش ظهور میکنه. خب ببینید الان برای ماها این چیزا روشن شده بعد از هزار خورده ای سال، اما خودتون قبول دارید اون موقع بعضی اینو نمیفهمیدن و به امام حسین میگفتن برای چی میری؟ اون موقع نمیفهمیدن که حضرت داره چی کار میکنه و اولویتش چیه، میومدن به امام میگفتن برای چی میری؟ الان بعد از هزار خورده ای سال برای ما روشن شده که امام حسین برای چی زن و بچهشو برد. اگه کسی بیاد بگه ای کاش نمی برد، کار درستی نبود، امام حسین برای چی زن بچه‌شو برد، تو جنگ زن بچه نمی برن که، الان ما می خندیم بهش، کسی اگه این حرفو بزنه بهش می خندیم، میگم اگه امام حسین زن بچه‌شو نمی برد، اولا کی بود که مظلومیت این جبهه رو نشون میداد؟ وقتی او علی اصغر رو میبره، وقتی بچه‌هاشو میبره، اون وقت معلوم میشه این جبهه چقدر مظلومه و اون جبهه چقدر خبیثه، خباست اون جبهه رو نشون میده که یواش یواش تو تاریخ وجدانها بیدار بشن، یواش یواش بفهمن که اونها ذره‌ای بر حق نیستن، چون اگر حق بودن این همه زن و بچه نمیکشتن، اسیر نمیکردن، اذیت نمیکردن. هم امام حسین علیه السلام زن و بچه رو برد برای اینکه رنگ مظلومیت این جبهه و ظلم و خباست اون جبهه رو نشون بده، هم برای که پیامش رو برسونن به گوش تاریخ، پیامش رو برسونن از کربلا به گوش تاریخ. بنابراین الان برای ما روشن شده، به قول شهریار خدا رحمتش کنه گفت بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین. خود امام حسین نمیدونه زن و بچه رو توی جایی که حرمت حالیشون نیست زن و بچه رو نباید ببره، اما مأموریت امام حسین این بود، بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین. خب بله بعد از هزار خورده ای سال الان برای ما روشن شده، اما اون موقع بعضی هم می اومدن گفتن حسین اینجا مثل ابن عباس، حسین بچه رو نبر، برای چی اینا رو میبری؟ هنر یک کسی که بصیرت داره اینه که به موقع بفهمه، بعد از هزار خورده ای سال بفهمه حق کجاست که هنر نی، اون موقع باید میفهمید. این که آدم به موقع تو آشوب، تو فتنه، تو تاریکی تشخیص بده حق کجاست، باطل کجاست، بتونه تشخیص بده این رو، این اولا. و ثانیاً حالا که تشخیص داد به موقع وارد میدون بشه، دفاع از حق، به تعبیر رهبر بزرگوارمون اقدام به هنگام، ولی دیر وقت اگر وقتش بگذره حال تو بیا وسط میدون بخواه مثلا ارزندان، فایده نداره که، به موقع بیا وسط، به موقع بیا تو میدون.
خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی عزیزمون، حاج حسین آقای همدانی عزیزمون، این سرداران با عظمت که مدافع حرم بودن و همه مدافعین حرم، چه اونایی که شهید شدن، چه اونایی که مجروح شدن، چه اونایی که زنده موندن، درود خدا بر همشون. خب ببینید 10 سال پیش همون حدودی که تو سوریه اومده بودن، جبهه النصره اومده بود، داعشی ها اومده بودن با یک طرح و برنامه بسیار مطالعه شده و سنگین، واقعا مطالعه شده، میدونستن چی کار دارن میکنن. اومدن ترکیه، عربستان، امارات، خیلی از کشورها، اسرائیل، اینا همه با همدیگه پشتیبان قضیه بودن. خب اینا اومدن سوریه رو به سرعت گرفتن، تا نزدیکی های کاخ بشار اسد رفتن. سوریه در واقع سقوط کرده بود و از اون طرف عراق رو هم اومدن گرفتن، نه به سرعت کشورهای اسلامی رو میگرفتن، تا 15 کیلومتری مرز ما اومده بودن، استان دیاله، دیاله عراق 15 کیلومتر با سلاس باباجانی، همونجا که زلزله اومد 15 کیلومتر با اونجا فاصله داره، بیخ گوش ما اومده بودن و زمان تعیین کرده بودن برای ورود به ایران. تمام کشورهای اسلامی رو قرار بود بگیرن، تمام کشورهای منطقه رو قرار بود بگیرن. خب واقعا هم شوخی هم نداشتن، میدید با چه قساوت قلبی، با چه قساوتی وارد شدن. خب اون موقع حاج قاسم سلیمانی و مدافعین حرم رفتن، یه عده متلک مینداختن، شما بزرگترهایی که شاید جوانترها یادشون نباشه، متلک مینداختن که شما برای کی، برای اسد میرید میجنگید، جوانای ما رو میبرید سوریه بکشتن میدید، جوانای ما رو میبرید سوریه بکشتن میدید، برای اسد دارید میجنگید که تو سنگر ارتشیاش مشروبه، تو ارتشیاش بود دیگه، مشروب بود، اهل رزم که نبودن، اهل بزم بودن ارتشیای سوریه، برای پول دارید میرید، برای پول دارید میرید میجنگید. اما اونا بدون اینکه گوششون بدهکار این حرفا باشه رفتن جنگیدن با کمترین تلفات. ببینید اگه اون جنگ نبود، عرض کردم تا 15 کیلومتری ایران اومده بودن، ما باید تو ایران باید میجنگیدیم باهاشون دیگه، ما باید تو ایران باید باشون میجنگیدیم. اما اینا رفتن با 2000 تا شهید، کل شهیدی که ما دادیم 2000 تا شهید بود، با 2000 تا شهید این قائله رو جمع کرد. حالا اگه تو ایران می اومدن با چند تا شهید ما باید اینا رو بیرون می کردیم، با چه تعداد تلفات، اینا که رحم به صغیر و کبیر نداشتن که. این اون بصیرتی بود که داشتن، به موقع، یعنی دیر نکردن، به موقع رفتن اونجا و جلوشونو گرفتن، هم تشخیصشون شک نکردن تو کار، هم به موقع رفتن. بعضی ها ممکنه تشخیص بدن حقو ولی اقدام به موقع ندارن، ممکنه حق و تشخیص ولی به موقع نمیان تو میدون. شما ببینید امام حسین علیه السلام وقتی داشت میومد به سمت کوفه، ترماه، ترماه ابن عدی، شما زندگیشو ببینید، آدم بسیار شجاع، ترماه ابن عدی شاعرم بود، شاعر محب اهل بیت، که یه مرتبه امیرالمومنین زمان امیر 20 سال قبل امیرالمومنین فرستاده بود یه پیامی رو یه کسی ببره به سمت معاویه، گفت یه کسی باید باشه شجاع باشه ها، کم نیاره، اونجا ممکنه معاویه آنچنان بزنه او رو فشار بیاره که ترما آمده شد گفت من میرم. رفت، شما تو تاریخ ببینید، رفت آبروی معاویه رو تو کاخ خودش برد، یه نفر آدم تک و تنها رفت آبروی معاویه رو تو کاخ خودش برد. شجاع، بسیار آدم محب اهل بیت. حالا این ترما رو ببینید 20 سال دیگه الان از علی گذشته، الان زمان امام حسین، امام حسین داره میره به سمت کوفه، ترماه ابن عدی از کوفه اومد بیرون، توی یکی از منازل بین راه با امام حسین برخورد کرد، سلام علیک، گفت آقا کجا دارید تشریف برید؟ امام حسین فرمود به سمت کوفه. ترماه گفت آقا نیایید، من همین الان از کوفه دارم میام بیرون، کوفه حکومت نظامی شده، ابن زیاد کوفه رو گرفته، ابن زیاد کوفه رو گرفته، نمیذاره یک نفر دیگه بیاد به دفاع از شما، نرید به سمت کوفه، بیاد به سمت یمن یا بیاد به سمت یه سری قبائلی که من براتون 10000 نفر شمشیر زن آماده میکنم. اما حسین فرمود ما ماموریتی داریم که میریم. خوب دقت بکنید، حضرت فرمود ما یه ماموریتی داریم که باید همون رو بریم. ترما گفت پس من مانعتون نمیشم، من یه مقدار آذوقه برای زن و بچه‌م از کوفه خریدم، میرم تو قبیلمون میگذارم و برمیگردم خدمت شما، میرم این آذوقه ها رو که خریدم میرم تو قبیلم بزن و بچم میدم برمیگردم خدمت شما.
کی این گفتگوی امام حسین با ترمه بود؟ زمانی که لشکر هور محاصره کرده بود امام حسین رو، یعنی خطر بیخ گوش اومده بود. ترمه هم اینو میدید، گفت من میرم و برمیگردم. راستم گفتا، راست گفت. رفت تا بره و آذوقه رو بسپاره به خانواده و برگرده، وقتی اومد تو همین منزلی که با امام حسین ملاقات کرده بود، مامورین ابن زیاد جلوشو گرفتن. گفتم کجا میخوای بری؟ گفت میرم خودم رو به حسین برسونم. گفتن دیر اومدی، سر حسین و یارانش از کربلا دارم میبرم بیرون، دیر رسیدی. ترما تو که تشخیص درست بود، امام حسین رو حق میدونستی، تو امام حسین که شک نداشتی، اما اقدامت به هنگام نبود. رفتی آذوقه رو برسونی، جا موندی. از امام حسین علیه السلام و یارانش و فوز شهادت در رکاب سید الشهدا جا موندی. تو که دیدی خطر نزدیکه، خون زن و بچه تو رنگین تر از زن و بچه امام حسین بود، خود امام حسین زن و بچهش تو خطر بود. خب تو که دیدی، رفتی این کار رو بکنی، اقدامت دیر شد و دیگه نتونستی با ابا عبدالله کمکش باشی و به شهادت برسی. این هست، تو یه لحظه گاهی موقع تو باید اقدامتو انجام بدی. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، لحظاتی تو زندگی ما پیش میاد خیلی کوتاه، یه لحظه است. شما تو اون یه لحظه باید تصمیم میگیری چیکار باید بکنی. از قبلم محاسبه نکردی، از قبلم نشستی ببینی چی یه مرتبه پیش میاد. کسی که بتونه تو اون یه لحظه یه کار شیرین کاری بکنه، کار درست رو انجام بده، جهشی خدا میبرتش بالا. از این لحظه ها تو زندگی همون پیش میاد، آدم مواظب باشه. یه لحظه میتونه آبروی کسی رو بخری، یه لحظه میتونه یه دلی رو خوش بکنی، یه لحظه نذار دستت بره اون لحظه. تو کربلا اون کسی که با بصیرت ترین بود ابوالفضل بود، اون کسی که با بصیرت ترین بود که در زیارت نامش امام صادق علیه السلام میگه اشهد انک مزیت علی بصیرت من امرک، تو کارت بصیرت داشتی، میفهمیدی چی کار بکنی، میفهمیدی چی کار بکنی، تو کارت بصیرت داشتی. در جای دیگه هم امام صادق علیه السلام فرمود ان امن العباس نافذ البصیره، یک بصیرت عمیقی داشت، باطن چیزا رو میتونست بفهمه، سطحی نبود، آدم ظاهربین نبود، نافذ البصیره بود. این بزرگوار وقتی که تو زیارتنامه‌اش تعبیری که داره، اشهد و امام صادق میگه عمو جان اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی، شهادت میدم که شما تسلیم بودی، یک ذره حتی تو اعماق دلش به سید الشهدا علیه السلام اعتراض داشته باشه. ابوالفضل 15 سالش بود تو رکاب پدرش امیرالمومنین تو جنگ صفین درخشید، 15 سالش بود تو جنگ صفین، 14 سالش 15 است. الان که 20 سال گذشته شده 34-5 سالش، در اوج جنگاوری، تجربه، در اوج قدرت، وقت امام حسین او رو میذارش برای کار خدماتی، برو آب بیار و خیمه ها رو مواظب باشو، یک کلمه نیومد بگه که آقا من رزمندم، نیرو عملیاتی هم، نیرو تدارکاتی نیستم، که یک کلمه نیومد بگه. اصلا برای حضرت ابوالفضل نه جنگ موضوعیت داره نه صلح، اونی که برای حضرت ابوالفضل علیه السلام موضوعیت داره تسلیم سید الشهدا بودن. هر چی که او گفت چشم، اشهد لک به تسلیم و تصدیق، شهادت میدم شما باور کردی، یک ذره شک تو امام حسین نکرد. اون آخری که همه شهید شده بودن، خوب دقت بکنید، خود امام حسین علم غیب داره، تا آخر تاریخ رو میدونه، اما حضرت ابوالفضل که چنین علم نداره، حضرت ابوالفضل که این علم رو نداره، که میبینه که مغلوبه شد جنگ، میبینه که همه شهید شدن، کسی دیگه نمونده. اون آخر شمر اومد، شمر اومد گفت برات امان نامه آوردم، شما که دیگه شکست خوردی دیگه ولش کن، جون خودتو حفظ کن، برات امان نامه از امیر آوردم، خودتو بکش بیرون از کربلا، جان خودت حفظ کن. که از ابوالفضل علیه السلام گفت لعنت خدا بر خودت، امیرت و این امان نامه‌ای که برای من آوردی، من در امان باشم فرزند پیغمبر در امنیت نباشه؟ یک ذره تردید نکرد تو امام حسین علیه السلام، وایساد تا آخر، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و الوفا، وفا کرد تا آخر.
وقتی وسائل شهدای کربلا رو غارت کردن به یزید رسید، یک پرچم بلند رو یزید دید، یه علم که جای سالم نداشت، همه جاش یا ضربات شمشیر خورده بود یا تیر خورده بود، فقط جای دستگیرش سالم بود. یزید گفتش که این پرچم دست کی بوده؟ گفتن این علم حسین بوده، دست عباس ابن علی بود. یزید که نشسته بود از جاش بلند شد، گفت شنیده بودم که عباس شجاع و وفادار بود، اما تا این حد این پرچم جای سالم نداره، فقط دستگیرش سالمه. نشون میره تا آخرین لحظه تو دست صاحبش بوده، تا آخرین لحظه تو دست صاحبش بوده. این علم روز قیامت شهادت میده که خدایا من علم رو رها نکردم، دستم از بدنم جدا شد. من علم رو رها نکردم، دستم از بدنم جدا شد. این علم شهادت میده که ابوالفضل رها نکرد علم رو، تا آخر وایسا، تا آخر وایسا. وقتی رفت آب بیاره، خب دیگه جزئیاتو میدونید، عزیزمونم انشالله هر باقی که حواله شد میگن. آب رو تو مشک ریخت، 4000 تیرانداز تو نخلستان کمین کردن از 30000 لشکر دشمن، باران تیر به سمتش اومد، خودشو خم کرد رو مشک که تیرا به خودش بخوره، به مشک نخوره، خودشو خم کرد رو مشک که تیرها به خودش بخوره. از رجزهاش میفهمیدن دستاش قطع شده و داره میره، از رجزهاش میفهمیدن. یه جا شد که فقط تونستن جلوشو بگیرن، تیر زدن به مشکش، تا تیر به مشک خورد و وقف العباس وایسا. عباس کجا میری دیگه؟ دیگه الان با این وضعیت بری فقط دل بچه های امام حسین رو سوزوندی، دیگه کاری نمیکنی. تو همین هین بود که یه تیر تو چشمش خورد، تیر خورد تو چشمش، با دست که نمیتونست، دستی نبود که بتونه تیر رو در بیاره. سرش رو خم کرد که این تیر رو بین پاش و اسب بگذاره و سر رو بکشه، کلا خود از سرش افتاد و اونجا بود که عمود آهنین فرود اومد رو سرش و ابوالفضل دیگه طاقت نیاورد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.